آره آقا اینجوری شدش، ایشون یه مقدار تردید داره کسی رو بخواد بهش چیزی عطا میفرماید. اینایی که گفتم جلد یک توحید صفحه 398. عذر میخوام بزرگوار، این مطالب که الان گفتید رو حالا کار ندارم که از رو هم نمیتونستید بخونید، عذر میخوام سریع میگم. و دوستی که قبل از شما بودن ایشون هم از رو نمیتونستن بخونن، بعد کلماتی که میگفتن رو هم معانی رو نمیدونستن متاسفانه، مثلا تشبیه و تعدیل رو اصلا یه چیزی گفتن که واقعا هر کسی بدونه فقط میتونه حمید جان بخنده. نه اجازه بدین سوالم از شما اینه، میخوام اینه، این الان یه حدیث که خوندید، این حدیث معروف به حدیث قرب نوافل، یعنی شبیه به همین با همین لفظ اومده، معروف به حدیث قرب نوافل. خدا میگه آقا کسی که خیلی منو دوست داشته باشه بیاد عباداتش رو انجام بده، بنده خوبی باشه، اینقدر من نزدیک میشه که اصلا من دیگه میشه مستجاب الدعوه، من دست او میشم، پای او میشم، چشم او میشم، با گوش او. من چشم و گوش او میشم. شیعه آورده، سنی آورده، تو صحیح ترین کتاباشون هم آوردن، شیعه تو کافی آورده، اهل سنت تو صحیح بخاریشون آوردن. ولی من نفهمیدم اصلا اشکال شما به این چی بود؟ اشکالتون این بود که گفته به هر کی بخوام میدم، به هر کی من نخوام اشکالی نمیدم. وارد کردم، نه آخرش اینو گفت. پس چرا اشکالی وارد شد؟ عزیزم ببینید بزرگوار، شما دارید اینا رو میخونید به عنوان اینکه نشون بدید که آره ببینید اینا چه حرفای مثلا خنده داریه. من نفهمیدم کجاش خنده داره، انتها شما این جمله رو گفتید آره ببینید میگه که دیگه یعنی هر چی دارم بخوام هر کی بخوام میدم، هر کی نخوام نمیدم. هر چیزی که اصلا تو این نبود بزرگوار من. من چه چیزی نگفتم آقای حمید؟ من نفرمودید آقا خب شما گفتم وجه اشکالتون برای این حدیثی میکنم. که خوندید چی بود؟ میشه بفرمایید؟ من باز نه اشکالی نداشتش. خیلی ممنون. اشکالش چیه؟ شما خیلی ممنون، متشکرم. نه ما که اشکالی نمیبینیم در اینها، نه تنها اشکالی نمیبینیم، خب دیگه پس مشکل دعوا نداریم که اینجا اشکالی نداریم. نه خب اینجوری چیزایی حالا اشکال نداره، اشکال نداره، ولی دوستان شاهد باشن دیگه. تا این لحظه شما اینا رو میخونین، می‌خواستین پس شبکه اینجا یک شعبه‌ای شده از شبکه قرآن و معارف، یعنی می‌خواد معارف اهل بیت رو مردم بشناسن. آره. بدون اینکه هیچ اشکالی داشته باشه، درسته؟ بله. ممنون و متشکرم از شما. با این حساب من ملت آره آیه حمید جان، ملت در زمان حیات این ائمه مراجعه کردن به ایشون و از اینا ائمه، از این حالا 14 معصوم 12 امام سوالاتی کردن. ما هم خواستیم ببینیم آقا این سوال جواب چی بوده، دور هم باشیم. ملکار بسیار خوبی کردید. اگر این هست من اشتباه کردم، چون روم آتئیستی هستش و دوستانی که اینجا هستن حالا بله. من شما رو نمیشناسم. نه بذارید من فرماشات شما رو گوش کردم دوست عزیزم، فرماشات شما رو گوش کردم. آتئیست؟ آره بله، من اجازه خدا ناباور هستم. بله 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 ممنونم ممنون. ببین این خودش معجزه اهل بیت علیهم السلام هست که آتئیست ها به جایی رسیدن که میگن ما میخوایم برای مردم میایم احادیث اهل بیت رو ارائه کنیم به عنوان راهکار. حالا تایتلتون هم این هست، تاپیکتون هم این هست، جواب امامان شیعه به پرسش های اساسی بشر. من فکر کردم شاید، نه اجازه بدید، من فکر کردم شاید طعنه ای در این هست، کنایه ای در این هست. اجازه میدید بزرگوار من فرمایش شما رو گوش میکنم، شما عرایض بنده رو نمیشنوید متاسفانه. من فکر کردم کنایه ای طعنه ای در این هست، یعنی میخواد مثلا تمسخری کنید که آقا این چه حرفای مثلا خنده داری زدن. تا اینجا هم سیاق بحث شما این گونه بود دیگه، هر انسان منصفی بشنوه همین رو متوجه بشه، یعنی شما میفرمودید که ببینید چه حرفایی مثلا زدن که ما اصلا سر در نمیاریم. حالا اینکه شما سر در نمیارید، من فکر کنم خب میشه از جای پایین تر شروع کرد. شما سوره توحید رو بخونید، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، اون چیزایی که سر در میارید رو بخونید، پله پله بیاید بالا. ولی مثلا نیایید نگید، خواهش میکنم نیایید، مثلا دوست عزیزی که قبل از شما بودن آقای شیخ، نیان میگن تعطیل مثلا یعنی اینکه خدا رو قبول نداشته باشی. آقا جان تعطیل یعنی اینکه صفات خدا رو تعطیل کردن. ولی میخوام حالا دوستانی که الان داشتن این بحث رو میشنیدن، ولی دوستانی که در آینده حالا این اتاق تکرارش رو یا صحبت های ما رو هر جایی که میشنون، از خودشون بپرسن بینی و بین الله، حالا کار نداریم وجدانی، تا این لحظه دوستان عزیز ما یک طرفه داشتن صحبت میکردن، میخواستن بگن که احادیث اهل بیت خنده داره، مسخره است، فلان و بهمان. حالا که یک باورمند اومدیم خب اشکالتون رو بگید که با هم در موردش صحبت کنیم، که نه ما که اشکالی نداره، همینجوری داشتیم میخوندیم. یعنی ببینید شما در برابر یک بچه شیعی که دیگه پایین ترین درجه شیعه است، از عوام شیعه است، مجبور شدید از موضع خودتون عقب نشینی کنید، بگید نه ما اشکالی نداریم، اینجا شعبه ای از شبکه قرآن و معارف. من فکر میکنم خب صدای بنده رو بستن، صدای بنده رو بستن، من فکر کنم همین قدر کفایت کنه برای هر کسی که
ذره عقل و شعور داشته باشه. اینا چون من رو میشناسن به محض اینکه اومدم گفتم احادیث اهل بیت رو دارین میخونید و مسخره میکنید، اشکالتون رو بگید که با من بحث کنید. گفتن نه ما هیچ اشکالی نداریم، چون میدونن نمیتونن بحث کنن، نمیتونن بحث کنن. یک طرفه باشه آره تا فردا براتون بحث کنن. دوستان حتما این رو ببینید و منتشر کنید. یا علی مد عزیزم صدای منو بستین، من داشتم حرف میزدم صداش نفهمیدم چی گفتید. آمین و دوباره بفرمایید. این امکانو دارم که ببندم. نه دوباره بستم. خب من خودم میرم که دیگه مجبور نباشید ببندید. یا علی شبتون بخیر. بره میزش که بمونه حالا. آره خراب نکن، خراب نکن، خراب نکن.